جیمپینگ رئیس جمهور چین و ابراهیم رئیسی بی سواد همتای ایرانیش خواستار لغو تحریم ها علیه جمهوری دجال اسلامی به عنوان بخشی جدای ناپذیر از برجام شدند او همچنین دعوت رئیسی شش کلاسه برای سفر به ایران را پذیرفت رؤسای جمهور چین و ایران امروز در آخرین روز از سفر سه روزه رئیسی بی سواد به پکن با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که او دعوت رئیسی شش کلاسه برای سفر به ایران را پذیرفته است و در صورت صلاح دید این سفر را انجام خواهد داد همچنین بر اساس این بیانیه رؤسای جمهور دو کشور خواهان اجرای برجام شدند که بر اساس آن جمهوری دجال اسلامی باید در برابر رفع تعدادی از تحریم های اقتصادی علیه خود برنامه هستیش را محدود کند در بیانیه مشترک بین رئیس جمهور چین و رئیسی بیشرف آمده است همه ی تحریم های مربوطه باید به طور کامل به شیوه قابل راستی آزمایی برداشته شود تا اجرای کامل و مؤثر پیش برود این در حالی است که پیشتر دولت جو بایدن در آمریکا از آمادگی خود برای احیای برجام خبر داده بود اما پس از پاسخ جمهوری دجال اسلامی به پیشنهاد اتحادیه اروپا مذاکرات احیای برجام متوقف شد اکنون چندین ماه است که مذاکرات میان تهران و قدرتهای جهانی بر سر احیای برجام متوقف شده و با افزایش فعالیتهای غنیسازی اورانیوم در ایران تنشها میان این کشور و آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزایش یافته است رؤسای دولت چین و جمهوری دجال اسلامی همچنین تأکید کردند که لغو تحریم ها و تضمین منافع اقتصادی ایران از اجرای مهم توافق هسته است. تأکید چین بر احیای توافق هسته ایران در حالی است که پکن یکی از عمده ترین خریداران نفت جمهوری دجال اسلامی به شمار می رود. پیشتر نیز، رئیس جمهور چین در اولین روز از سفر رئیسی دجال به پکن گفته بود که کشورش در مذاکرات احیای برجام مشارکت سازنده خواهد داشت و در این حال حمایت چین از ایران در حفظ حقوق و منافعش را اعلام کرد همچنین جیمپینگ و رئیسی بیشرف در بیانیه مشترک خود نوشتند چین قاطعانه با مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی ایران و تضعیف امنیت و ثبات ایران مخالف است این در حالی است که در ماهای اخیر و در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری دجال اسلامی مقامهای حکومت ایران این خیزش را به کشورهای خارجی نسبت دادند دعوت جمهوری دجال اسلامی از جیمپینگ برای سفر به ایران در حالی است که دو ماه پیش سفر رئیس جمهور چین به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس جنجالی شده بود رئیس جمهور چین در آن سفر در بیانیه‌های های مشترکی خواستار عدم مداخله جمهوری دجال اسلامی در امور داخلی کشورهای دیگر شد و همچنین موضع درباره جزایر سگانه واکنش جمهوری دجال اسلامی را برانگیخت. با تداوم سیاست سرکوب و بازداشت معترضان نیروهای دجال حکومتی ده شهروند را در بوکان، زاهدان و خاش بازداشت کردند، از سوی دیگر گزارش هایی درباره احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر منتشر شده است یک سازمان حقوق بشری در خبری فوری اعلام کرد نیروهای حکومتی در ساعات اولیه بامداد امروز به منزل شهروندان در بوکان حجوم برده و بیش از ده شهروند را رو بودند، این سازمان حقوق بشری در روزهای گذشته هم از بازداشت شهروندانی در شهرهای کردنشین ایران، مانند مریوان و سنندرج و بی اطلاعی از وضعیت آنان خبر داده بود، همزمان رسانه های محلی در استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت شماری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای دجال امنیتی و نظامی در شهرهای زاهدان و خاش خبر دادند بر اساس این گزارش ها موج جدید بازداشت و سرکوب مردم در آستانه بیستمین جمعه خشم و اعتراض مردم زاهدان و همچنین تجمع بزرگ اهل سنت در جشن فارغ تحصیلی طلاب مسجد مکی آغاز شده است. از سوی دیگر، علی رحیمی پوفیوز، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی این استان هم در روزهای گذشته از بازداشت 120 نفر در زاهدان و خاش خبر داده و از آنها با عنوان اطباع بیگانه غیرمجاز در این شهرها یاد کرده بود. همزمان با این بازداشت های گسترده، گزارش های متعددی از احضار تلفنی دانشجویان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات منتشر شده است. بر اساس این گزارش کمیته انضباطی و حراست دانشگاه بیش از دویست پرونده با اتهاماتی واهی و بیاساس برای دانشجویان ساخته و آنها را احضار کردند کارت دانشجویی و دسترسی این دانشجویان به سامانه ثبت نام مسدود شده و شماری از آنان بدون آنکه جلسه برای رسیدگی به اتهاماتشان برگزار شود مجبور به امضای تعهدنامه برای پذیرش ضمنی اتهامات و همچنین منع حضور در اعتراضات آتی شدند حمله سه تفنگدار شجاع ارتش به خاندان علی خامنه ای دقایقی پیش از این دلاور مردان ارتش چه توفانی به راه انداختند طبق گزارشات واصل از شهر مریوان مشخص شده که یک دلاور مرد ارتشی به همراه دو تفنگدار شجاع ارتش به مقر فرماندهی خامنه ای در شهر مریوان حمله ور شدند خانه نماینده دجال خامنه ای در این شهر نابود شده است گزارش ها حاکی از وارد شدن خسارت شدید به خانه انکبوت در شهر مریوان است